سلام و درود دارم به شما همه هموطنان بسیار عزیزم در ایران و همه جای جهان. در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا خوشحالم که باز این شانس رو دارم خدمتتون باشم. بحث امروز من به دنبال بسته شدن تلویزیون اندیشه که یک تلویزیون سیاسی بود به هر حال در رابطه با تلویزیون اندیشه است، به این معنا که شاید من به خودم این حق رو بدم که یکی از کسانی هستم که در طول این سالها اندیشه رو از نزدیک میشناختم و شاید که قبل از تأسیس اندیشه در ملاقاتی که آقای دورمانی و آقای فروزنده با اندیشه در لس آنجلس با این فکر آشنا شده بودم. به هر حال این سابقه ای رو که تلویزیون اندیشه در 11-12 سال گذشته داشته بحثی است که تلویزیونی است که به هر حال تلویزیون سیاسی بوده، اجتماعی بوده، فرهنگی بوده، همه چی بوده و مسائل بیشماری هم داشته، جایگاه بالایی به نظر من داشته، شایعات بسیاری هم بوده، ولی واقعیت امر اینه که من به همون اندک آشنایی و اون اندازه ای که میگم در طی این 11-12 سال گذشته شاهدش بودم، جز اینی که ببینم این تلویزیون به هر حال هیچ گونه سانسوری هیچ وقت درش نبوده، حداقل من به سهم خودم در طی سالهایی که مصاحبه داشتم و در طی این یک سال خورده گذشته ای که در برنامه آینده ایران با دوستان خودم حضور داشتم، هیچگاه این بحثی که این گفته بشه این گفته نشه پیش نیامده بود. به هر حال ما از نظر فرهنگی این شایعات رو همیشه داریم ولی هیچ چیز ثابت شده نیست، یعنی همینطوری حرفهایی که ما مطابق معمول میزنیم. برنامه های متعدد و متفاوت در تفکرات متفاوت داشت. مدیران اندیشه از اون اولینش که آقای فرامرز فروزنده بود که دلسوزترینش بود تا آخرینش که امروز به هر حال به تعطیلی اندیشه انجامید، یک سیر تحولی رو مثبت و منفی نشون میده، ولی به هر حال واقعیت امر اینه که این تلویزیون رو که بسته شدنش هست باید به عنوان یک شکست سیاسی در مقابل جمهوری اسلامی به حساب آورد. ولی اگر که باز به کارنامه اندیشه برگردیم، از چند سال پیش که سرمایه گذار تلویزیون آقای نادر دورمانی تمام تخمه‌ها شد توی سبد شاهزاده رضا پهلوی گذاشت و واقعیت قضیه اینه که در این چند سال گذشته هر ماه ده ها هزار دلار هزینه کرد. شاهد این هستیم که میبینیم به هر حال از اون زمانی که این هزینه ها انجام شد که به هر حال بار سنگینی بود بر روی تلویزیون اندیشه، تا فاندریزینگ هایی که حداقل در دو مرحلهش پول های آنچنانی جمع شد، به هر حال یه واقعیت هست. اون واقعیت اینه که ما شاهد این هستیم از زمانی که دیگه این پول ها کمتر شد و اون فاندریزینگ ها هم دیگه به وجود نیامد، شاهزاده هم دیگه نبود. مثل همیشه این بی‌ثباتی همیشه وجود داشته، این دفعه به قیمت از بین رفتن اندیشه انجامید. البته همونطوری که عرض کردم تنها مسئله شاهزاده نبود، مسئله شاهزاده بزرگترینش بود که به موقع پشت اندیشه رو خالی کرد و دیدیم که با عدم مدیریت داخلی
امروز اندیشه دیگه وجود نداره. هر نهاد سیاسی به این ترتیب که از بین بره قابل تأسفه، هیچ تردیدی نیست. ولی باز اگر که به این کارنامه افق، یعنی همون برنامه آقای شاهزاده رضا پهلوی نگاه بکنیم، دریغ از این همه سرمایه گذاری، این همه پول، این همه هزینه، و دریغ از یک کار کوچک که ارائه بشه. طبیعی است هم توان مالی برای دنبال کردنش وقتی هیچ کاری نباشه اجازه نمیده، و همینی که از نظر ناامیدی و افسردگی تلویزیون رو و صاحب سرمایش رو دچار یأس و ناامیدی و افسردگی میکنه، شکی در اینش نیست. ولی یک واقعیت رو نمیشه فراموش کرد. ببینیم، جایگاه تلویزیون های سیاسی از زمانی که به وجود آمده چیه؟ به هر حال از زمانی که اولین تلویزیون سیاسی رو به ایران رفت، آقای ضیای آتابای در تلویزیون NITV، ما شاهد این بودیم که مردم یک حرکت دیگری رو به وجود آوردن، یک امیدی در دلشون به وجود آمد. کم کم به هر حال با ازدیاد تعداد تلویزیون ها این کمتر شد و کمتر شد. با سیاست های جمهوری اسلامی برای سرمایه گذاری های آنچنانی در تلویزیون هایی که از طرف خودش بودن، این قضیه یک شکل ناامید کننده رو به خودش گرفت. به هر حال آمدن تلویزیون های BBC، VOA، رادیوهای مثل رادیو فردا، تلویزیون های دیگری که در این چند ساله حضور پیدا کردن مثل من و تو و غیره، میبینیم که جایگاه تلویزیون های واقعی سیاسی رو زیر علامت سوال قرار دادن. چرا به این ترتیب حرف میزنم؟ به این معنا که ما در چند سال گذشته وقتی که دو نظر سنجی روی تلویزیون ها در اینترنت از طریق مردم ایران انجام دادیم، بالاترین بیننده رو، اون زمان هنوز من و تو نبود، بالاترین بیننده رو BBC و بعدش VOA داشت، و طبیعتا اینها هر کدوم 50% جامعه ایران رو پوشش میدادن و تلویزیون جمهوری اسلامی 8-12% جامعه رو پوشش میداد. حالا ولی یک سوالی به دنبال این وجود داشت که خب حالا اعتماد مردم به این چقدره، به این تلویزیون های BBC و VOA و غیره و غیره. می دیدیم که اعتماد مردم به مراتب هر مرحله پایین تر میاد، چرا که طبیعی هم بود اینها تلویزیون های دولتی بودن و سیاست های دولت های خودشون انجام میدادن. توقع دیگری هم از اینها نمیشد داشت، نمیشد که بیایم بگیم که به نفع ما مردمی که مخالف جمهوری اسلامی هستیم، سیاست اونها حالا حمایت جمهوری اسلامی حداقل در گروه اصلاح طلباش بود، اونا به خود اون دولت ها ارتباط داره، به ما ارتباطی پیدا نمی کنه. ولی واقعیت قضیه اینه که همچنان اون جایگاه یک تلویزیون غیر دولتی، هیچ کس شاید یا حداقل من نمیدونم تلویزیون های من و تو و یا جیم یا نمیدونم اینترنشنال از کجا هزینهشون تامین میشه، از کجا این بودجه به وجود میاد. باید سوال کرد اینها رو، این سوال وجود داره. به هر حال ببینید، یک تلویزیونی که در سال میتونه 50 میلیون خرجش باشه، این از طرف یک فرد نمیتونه به وجود بیاد. طبیعی است که باید که یک دولتی یا مثل خود دولت ایران، یعنی همون سپاه پاسداران، یا کشورهایی مثل عربستان و دیگر کشورهای عربی هزینه‌شو تأمین بکنن. اونها چی میخوان؟ اونها طبیعیه که چی میخوان؟ اونها در عمل نمیخوان که جمهوری اسلامی از بین بره. اونها میخوان که این تندروها نباشن، افرادی مثل آقای نمیدونم روحانی و خاتمی و اینها باشن که هر کاری اونها بخوان انجام بدن. طبیعی است که به نفع مردم ایران هیچ کدومش نیست. اینجاست که من میگم جایگاه یک تلویزیون واقعی که مورد اعتماد مردم باشه، هر چقدر که هزینه کم داشته باشه، بودجش کم باشه، باز میتونه اعتماد مردم ایران رو جلب بکنه. در اینجا ما ناگزیر هستیم که
تأسف خودمون رو اعلام بکنیم که بسته شدن تلویزیون اندیشه میتونه که بسیار بسیار آسیب پذیری اپوزیسیون رو بیشتر و بیشتر بکنه. همون صدای کوچک، همون حداقل ها باز وجودش بهتر از عدم وجودش بوده. ولی یک واقعیت دیگر هم نمیتونیم فراموش بکنیم، اونم اینه که اپوزیسیون ایران در هر گروه و هر سازمان و حزب و شخصیتی دچار یک مشکل اساسی است. این مشکل اساسی تفرقه و خودبینی و خودمحوری سازمان ها و افراد شاخص اپوزیسیونه. در این حالت اگر که بتونن یک مجموعه ای رو بر اساس حداقل هایی به وجود بیارن، این حداقل ها چیه؟ این حداقل ها اینه که من یک عقیده دارم، شما یک عقیده دیگه دارید، ایکس و ایگرگ عقیده دیگری، ولی اگر به دموکراسی اعتقاد داریم، دموکراسی فقط شعار نیست، دموکراسی فقط مرگ بر این و زنده باد بر اون نیست، دموکراسی یک معنی داره. دموکراسی اینه که برای من این حق وجود داره، من با فلان نوع حکومت موافق یا مخالف باشم، برای شما هم وجود داره. به این معنا طبیعی است که به طور مشخص و روشن در یک محور نبودن جمهوری اسلامی و بودن ایران، یعنی سرزمین واحد ایران، یک پارچگی ایران، برابری در ایران، با هم دیگه بتونیم بنشینیم. چرا نمیتونیم بنشینیم؟ اونجاست که اگر بنشینیم، اون تلویزیون میتونه که جایگاه واقعی خودش رو پیدا بکنه و مورد اعتماد مردم باشه با بودجه بسیار بسیار کم که اصلا قابل مقایسه با تلویزیون های نمیدونم دولتی و منوتو و دیگران نخواهد بود. اینجا من یک چیز رو باید اشاره بکنم و اون اینه که اطمینان دارم اگر چنین اتفاقی بیفته، اگر این نیاز به وجود بیاد، بدون شک یک شخصیت هایی مثل آقای دورمانی و دیگران حاضرن سرمایه گذاری بکنن که بشه به اون طرف حرکت کرد. و اما رابطه من شخصا با تلویزیون اندیشه در طول این 11-12 سال گذشته، مصاحبه هایی بوده که با من انجام می شده و در یک سال و اندی پیش بحث برنامه آینده ایران که به آسیب پذیری اپوزیسیون می انجامید بوده که به هر حال ما هیچ گونه رابطه مالی با تلویزیون اندیشه نداشتیم. تنها و تنها موقعی که از اپریل گذشته، یعنی یک سال و پنج ماه پیش، یک سال و هفت ماه پیش، تلویزیون اندیشه و شخص آقای دورمانی این برنامه رو میخواستن در اختیار ما بگذارن، فقط یک سوال آقای دورمانی از من کردن. اون یک سوال میدونید چی بود؟ ایشون از من سوال کردن که تو در این برنامه ها میخوایی که با شاهزاده رقابت بکنی؟ پاسخ من خیلی روشن بود، میدونید چی؟ گفتم قطعا نه، ولی از من بپرسید چرا نه؟ پرسیدن چرا نه؟ گفتم شاهزاده کاری نمیکنه کسی باش رقابت بکنه. تا برنامه آینده امیدوارم با شما باشم. Boom, 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 boom